به نام خدا، محمد رضا خسروی هستم. با قسمت دهم آموزش الکترونیک ویژه کنکور کارشناسی ارشد در خدمت شما هستیم. این قسمت قسمت آخر مبحث مربوط به VJT هاست. انشالله بتونیم قسمت پایانی که جبران سازی حرارتی هست رو خدمتتون ارائه کنیم، تا با پایان یافتن این در جلسات بعد به مبحث بعدی که فت ها هستند بپردازیم. خب جبران ساز حرارتی یعنی چی؟ یعنی ما بیایم یک شرایطی رو داشته باشیم تا مثلا تغییرات یک پارامترمون نسبت به دما ناچیز بشه. مثلا آقا ما دوست داریم تغییرات روند آی سی کیو به روند تی به صفر رسه. اینو خیلی ما دوست داریم، میخوایم همچه اتفاقی بیفته. چی کار کنیم این اتفاق بیفته؟ یه همچین چیزیه که من ترجیح میدم، برای اینکه چیز سختی نیست، اصلا خیلی آسونه. با چند تا سوال خیلی راحت میتونیم این رو بررسی کنیم و انشالله بتونیم کامل مفهومش رو جا بندازیم. خب سوال اولی که میبینید، یه ترانزیستور به ما داده. البته خود یه ترانزیستور هم اینجاست و بچه ترانزیستور اینجاست. حالا بعدا که دیود رو گفتیم میخوره عوض میشه که این دیوده، چون همونجور که یادتون هست چیز قبل هم گفتم وی کلکتیومش همیشه 7 اومه و همیشه فعال. خب گفته R2 به R1 چقدر باشه تا روند وی آر به روند تی صفر باشه؟ بزن سوال فارسی تر بگم. R2 نسبت R2 به R1 چقدر باشد تا تغییرات وی آر نسبت به دما بی تأثیر باشد؟ یعنی تغییرات وی آر مستقل از تغییرات دما باشه، روند وی آر به روند تی صفر باشه. مقادیر که داده گفته روند وی وی ای به روند تی منفی کنیم، روند وی سی سی به روند تی منفی 5.5. اصلا نترسید از این سوالا، همون کیویل کیسیلاتونو بزنید. داده‌هاتونو داده وی بی ای و موقع میداد 7 اوم، الان روند وی وی به روند تی رو داده. شما وی بی ای و وی سی سی و اینا رو که بر اساس من به دست آوردین، یه مشتق نسبت به تی بگیرین، میتونین این مقادیر رو جایگزین کنین. پس همون کیویل کیسیل هیچ فرقی نکرده. شروع کنید که KVL KCL زدن. بتا رو هم به ما داده بی نهایت. بتا رو مقدار بزرگی به ما داده، داده بی نهایت. خیلی هم عالی. بتا بی نهایت باشه یعنی چی؟ یعنی میتونیم یک KVL از اینجا بزنیم به اینجا دیگه، چون اینجا جریانی نداریم. آیا همه اینا یکیه؟ یعنی چی؟ یعنی میتونم KVL بزنم. اجازه بدید با رنگ دیگه بنویسم که قاطی نشه. یعنی بگم VCC میشه R1 به علاوه R2 I، درسته؟ به علاوه اینجوری شد VCC مساوی R1 I به علاوه R2 I، چون I تو این نمیره به تا بینامه I به صفره. پس I این دوتا مساوی R1 I به علاوه R2 I که فاکتور گرفتم اینجوری نوشتم، به علاوه VBE. تمایزی هم بین ترانزیستور قائل نشده، یعنی همه روند وی بی به روند تی ها منفی کنیم، واسه مشکل نداره میتونیم چه باشه. به علاوه وی بی، خب همون جوری که ملاحظه میکنید این شکلی شد، درسته؟ از این رابطه آی میشه به دست بیاد دیگه. آی چه مقداری میشه؟ آی میشه وی سی سی منهای وی بی ای به آر یک به علاوه آر دو. این آی. خب حالا یک کیویل هم از اینجا میزنم میام اینجا، میگم اینجا میرسم، ببخشید فضا کم هست، وی سی سی مساوی آر یک آی، وی سی سی میشه R1 آی. آی مال اینجا بود دیگه، اینجا آی بود، اینجا هم آی بود. R1 در آی، آی چقدره؟ این مقداره، یک برای R2 سی سی منهای وی بی ای، درسته؟ به علاوه وی بی ای R1 در آی، آی هم اینه، به علاوه وی ای بی، به علاوه وی آر.
درسته، خب KVL داریم میزنیم، کار دیگه ای میکنیم. خب رسیدیم به جایی که همه مقادیری که سوال داده به ما رو میتونیم استفاده کنیم و به جواب برسیم. چه جوری؟ گفته روند وی آر به روند تی میخوایم صفر بشه، گفته میخوایم تغییرات وی آر نسبت به دما صفر باشه، یعنی همه اینا رو نسبت به دما مشتق میگیریم، این صفر میشه. روند وی سی سی به روند تی رو خودش به ما داده، روند وی بی به روند تی هم به ما داده، همه سوال رو داریم. جای روند وی سی سی یعنی همه اینا رو نسبت به دما مشتق گرفتیم. روند وی سی سی اجازه بدین اینجا بنویسمش، از خواهی میکنم به خاطر جان نیست مجبورم دیگه اینجا بنویسم. بود وی سی سی مساوی آر یک به آر یک به علاوه آر دو در وی سی سی منهای وی بی ای به علاوه وی بی به علاوه وی آر. این وی آر است به علاوه وی آر. خب رسیدیم به اینجا دیگه، از اون کیویلی که زدیم رسیدیم به این نقطه. گفتیم خب وقتی رسیدیم به اینجا تمام مقادیر به ما داده، هم همه مقادیری که داده منتها نسبت به دما، درسته؟ یعنی وی سی سی به ما داده بود نسبت به دما، وی بی یو داده بود نسبت به دما، وی آر هم که گفته بود نسبت به دما باید صفر باشه، پس همه مقادیر داده فقط نسبت به دماست. خب انگار اینکه از همش نسبت به دما مشتق بگیریم. روند وی سی سی به روند تی گفته بود منفی 5.5 جاش میذارم. آر 1 به آر 1 به علاوه آر 2 در روند وی سی سی به روند تی بود منفی 5.5 به علاوه 1.5 میشه، چون روند وی بی ای به روند تی بود منفی 1.5، منفی در منفی مثبت به علاوه 1.5 به علاوه منفی 1.5 روند وی بی به روند تی و وی آر هم که صفره. خب از اینجا آر 1 به آر 1 به علاوه 2 الان میتونیم آر 1 به آر 2 رو به دست بیاریم دیگه، چون الان منفی 1.5 ببرید و بر منفی 5.5 به علاوه 1.5 4 میشه، منفی 4 مساوی منفی 4 آر 1 به آر 1 به علاوه آر 2، درسته؟ خب این میشه منفی 4 آر 1 منهای 4 آر 2 مساوی منفی 4 آر 1. چون من این سوالو از خودم در آوردم برای همین این شکلی شد، چون الان اینجا منفی 4 1 با منفی 4 1 میره، آر 2 باید 0 باشه، آر 2 0 میشه. خب یعنی نسبت آر 2 با آر 1 0 دیگه، این به این نتیجه میرسه که آر 2 0، پس نسبت آر 2 با آر 1 0. ولی خب این جمله خودم سوال رو ایجاد کردم، برای همین مشکل به وجود اومد، دقت نکردم به این نکته. خب خیلی راحت این کیویل زدم، کار دیگه ای کردم؟ نه. پس اینایی که میگه فلان چیز چقدر باشه تا مستقل از دما باشه و یه سری مقادیر میده نسبت به دما، شما همون کیویل ها رو بزنید. وقتی رسیدین به همون جایی که مثلا روند وی بی به روند تی رو بهتون داده، روند وی سی سی به روند تی رو بهتون داده، بعد میگه کجا بریم که روند وی آر به روند تی صفر شه، خب یه معادله پیدا کنید که این سه تا توش باشه، خیلی راحت به دست میاد. بریم سریع سوال دیگه حل کنیم که بهتر متوجه شین. یه سوال دیگه که همونجور که ملاحظه میکنید این سوال مال برق 90 هست، سوال کنکور، باز هم یه سوالی که سوال سختی واقعا نیست. اومده روند وی بی روند تی تغییرات وی بیس امیتر ترانزیستور نسبت به دما رو منفی 2 میلی ولت بر درجه ثانیه رو مقدارش داده، چون اینجا جا نبود من نوشتم، مقدارش هست میلی ولت بر درجه سانتیگراد. روند وی یک به روند تی مثبت 5 میلی ولت بر درجه سانتیگراده، گفته بتا هم خیلی بزرگه، وی یک اینجاست. گفته تغییرات حرارتی آی او چند میکرو آمپر بر حسب درجه سانتیگراده، بر درجه سانتیگراده.
اینا رو میلی ولت بر درجه سانتیگراد داده، بعد تغییرات حرارتی آیو چند میلی آمپر بر درجه سانتیگراد. تغییرات حرارتی آیو یعنی چی؟ یعنی روند آیو به روند تیرا از ما میخواد، مقادیر هم داده. گفتم چیکار میکنیم؟ همون کیبل کیسیل ها قدیمی رو میزنیم، هیچ چیز جدیدی نیست. فقط وقتی زدیم و اون چیز داده ها رو به دست آوردیم، انگار بیاد اصلا این کاری کنیم، جایی که رونده وی بی بی به رونده تی وی بی ای منفی دوه وی یک مثبت پنج، اینجوری بررسی کنیم. نظرتون چیه؟ اصلا بیان اینجوری بررسی کنیم، بیاد تی رو بنویسید دو، وی بی ای منفی دوه وی یک پنج. از ما چی میخواد؟ آی او رو میخواد، درسته؟ بیان از این جهت بررسی کنیم. میگیم وی یک مساوی چیه؟ آی به علاوه وی بی ای. دارم کیویل از اینجا میزنم به اینجا، وی یک مساوی یک ضرب در آی میشه آی به علاوه وی بی ای به علاوه وی بی ای به علاوه آی. چرا جفتش آیه؟ چون بتا خیلی بزرگتر از یکه و عملا جریانی اینجا نمیره، همه جریان میاد مستقیم از اینجا میره اینجا. پس گفتم V1 میشه I به علاوه از این ور اومدم اینجا VBE به علاوه VBE به علاوه I، این شد، درسته؟ خب I به دست میاد، I میشه چقدر؟ I رو واسه چی به دست میارم؟ چون وقتی I رو به دست بیارم میتونم برم تو این قسمت از طریق آی، ترانزیستور از طریق آی به هم رفت پیدا میکنم. دو وی بی ای، وی یک منهای دو وی بی ای تقسیم بر دو، چون دو آی میشه وی یک منهای دو وی بی ای. پس وی یک منهای دو وی بی ای تقسیم بر دو، این آی میشه. خب آی رو هم به دست آوردم، چیکار میکنم حالا؟ حالا کافیه یک KVL از اینجا بزنم برم اینجا، V1 میشه چی؟ میشه I به علاوه VBE. چرا VBE رو نگفتم VBE1 VBE2؟ چون گفته رونده VBE به رونده T منفی دو، یعنی همه یه رونده VBE به رونده T ها، یعنی همه ترانزیستور ها تغییراتش نسبت به دوام مساویه. امکان داره اینجوری بگه بگه روند وی بی یک به روند تی منفی دو، مثلا روند وی بی دو به روند تی مثلا منفی سه، اون موقع فرق میکنه. و اینجا چون اینجوری گفته، یعنی همه شون روند وی بی به روند تی شون منفی دو، پس چون مساویه ما میتونیم راحت با هم جمع کنیم. وی یک مساوی آی به علاوه وی بی به علاوه چی؟ اگه گفتین آها آی او، درسته؟ خب کافیه جای آی اون مقداری که به دست آوردین بذارین، یعنی بگین وی یک میشه وی یک دوم منهای وی بی به علاوه وی بی به علاوه آی او. چیکار کردم؟ وی یک مساوی آی، آی چیه؟ وی یک دوم منهای دو وی بی تقسیم دو هم میشه وی بی، منهای وی بی به علاوه وی بی به علاوه آی او. خب وی بی و وی بی میره و وی یک دوم چی میشه؟ میشه آی او، یعنی آی او هست وی یک دوم. خب آی او شد وی یک دوم. حالا تغییرات نسبت به دما رو میخوایم، پس یه مشتق نسبت به دما بگیریم، یک دوم روند وی یک به روند تی مساوی روند آی او به روند تی. خب روند آی او به روند تی چی میشه؟ میشه رو یک دوم روند وی یک به روند تی هم پنجه، پس میشه دو و نیم. خیلی راحت به جواب رسیدیم، هیچ مشکلی هم نداشت، به همین راحتی. اصلا در واقع سخت نبود، سوال برق 90 هم بود ولی با دو تا کیویل حل شد. پس پایداری های حرارتی و جبران سازه حرارتی که میگه مثلا این نسبت چی باشه،
این مقدار چی باشه که مثلا تغییرات فلان چیز نسبت به دما صفر باشه، همون کیویل کیسیله. شما منتها وقتی کیویل کیسیل زدین اون داده هاتون نسبت به دما میشه. یعنی الان اینجا من دیدم رونده وی بی به رونده تی رو بهم داده، رونده وی یک به رونده تی هم به من داده، از من رونده آی او به رونده تی رو میخواد. باید یه رابطه پیدا کنم که توش فقط وی بی ای وی یک آی او و یه سری مقادیر ثابت باشه، چون مقادیر ثابت نسبت به دما مشتق بگیری صفر میشه. خب از این وی یک رفتم به اینجا، یا آی مجهول بود وی بی ایش مشکل نداشت داشتم نسبت به دما، آی او هم اینجا وی بی ای رو که نسبت به دما داشتم پس این مشکلی نداره، اذیت نمیکنه. وی یک هم نسبت به دما داشتم، فقط این آیه داره اذیت میکنه. خب آیو به دست میارم، یک کیویل هم از این ور به این ور میزنم، اینجا هم که بزنم وی یک این میشه. تو اینا فقط بعد آیه از بین میبرم، آیه از معادل بالا از بین میبرم، دیگه الان همه مقادیر رو نسبت به دما دارم، کافی یه مشتق نسبت به دما بگیرم. پس کاری که میکنیم برای پایداری حرارتی اینه، روند اینه. شما باید سعی بکنین با KVL KCL فقط در نهایت مقادیری رو بذارین که مشتقشون رو نسبت به دما بهتون داده، به علاوه یه سری مقادیر ثابت میتونین بذارین و به علاوه اونی که ازتون میخواد. وقتی مشتق نسبت به دما میگیرین مقادیر ثابت صفر میشن که هیچ، اونایی هم که بهتون دادن عددشو میذارین نسبت به دما، اونی هم که ازتون میخواد به دست میاد و همین راحتی. سوال مال برق 90 بود، کم چیزی نیست، مال چند سال پیش بوده. سوالای جدیدم هم همین شکله، اصلا تغییر نمیکنه، پیچیدگیش خیلی عوض نمیخواد بشه و نخواهد شد. امیدوارم از این قسمت استفاده کافی رو برده باشین. در پناه حق موفق و پیروز باشین.